سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. با شبنامه در خدمت شما هستیم. از نیم سال پیش با شبنامه های مربوط به تحولات فلسطین در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. نیم سال گذشته، 186 روز هنوز گزارشی که ما داریم خدمت شما ارائه میدیم به طور شبانه در مسئله فلسطین هست و تحولاتی که پیرامون آن میگذرد، با این تفاوت که الان بعد از همه جنایاتی که رژیم انجام داده، عمده رسانه‌های مربوط به رژیم صهیونیستی و چهره‌های این رژیم خودشان را بازنده نبرد معرفی میکنند که امروز هم چند نمونه‌اش رو با هم بررسی خواهیم کرد. صریح دارن به این مسئله اشاره میکنند و رژیم یک نگرانی جدید پیدا کرده علاوه بر همه محورهایی که درش درگیره، و اون نگرانی اینه که از سوی ایران کی حمله صورت میگیره؟ چه زمانی قرار هست ایران به اقدامی که انجام دادن، به حماقتی که انجام دادن پاسخ بده؟ امروز سخنرانی داشته رهبر ایران. میخوایم بخشی از این سخنرانی که در نماز با شکوه عید فطر که در تهران برگزار شد رو با همدیگه بررسی بکنیم. سخنرانی که بخش‌هایی از آن با سابقه خاص خودش و واکنش‌های خاص خودش رو از سوی دشمنان ایران داشته. خلاصه میکنم برای شما. رهبر ایران در بخشی از صحبت‌های خودش امروز بر این تاکید کرد که امسال در ماه رمضان حوادث خونبار غزه کام مسلمانان را تلخ کرد. لعنت خدا بر رژیم صهیونیستی. دولت‌های غربی در زبان اقدامات رژیم صهیونیستی را محکوم می‌کردند، اما در عمل از آن حمایت کرده و ذات شریر تمدن غربی را علناً نشان دادند. کنسولگری و دستگاه‌های سفارت در هر کشوری به منزله خاک آن کشور است. رژیم خبیث با حمله به سفارت ایران اشتباه کرد و باید تنبیه شود و تنبیه خواهد شد. شهیدان زاهدی، رحیمی و دیگر همراهانشان عاشق شهادت بودند. اینها چیزی از دست ندادند. خوشا به حالشان. ما داغدار شدیم اما آنها کامیاب شدند. من لازم است تاکید بکنم بر اینکه بعد از تاکید رهبر ایران بر اینکه ایران انتقام خواهد گرفت و برنامه ویژه‌ای برای تنبیه رژیم نجس و بچه‌کش صهیونیستی دارد، ما شاهد واکنش‌های مختلفی بودیم. از جمله این واکنش‌ها میتونیم اشاره‌ای داشته باشیم به اظهار نظر یکی از وزرای رژیم صهیونیستی، فکر می‌کنم وزیر امور خارجه رژیم بوده، که در صحبت‌های خودش میگه اگر ایران حمله‌ای علیه خاک ما از خاک خودش انجام بده، البته خاکی نداری شما که اونجا فلسطینه، برجد گفته اگر بخواد از داخل خاک خودش علیه اینجایی که ما هستیم عملیاتی انجام بده، ما در داخل خاک ایران پاسخ خواهیم داد. خب اون چیزی که اینها خودشون بهتر از هر کسی میدونن، تو زمانی که به سفارت ایران حمله کردی، پذیرفتی که به خاک این کشور تعرض کردی. نه اگر به سفارتش حمله شده، حالا پاسخ بده به خاک من به خاکش. نه، لحظه‌ای که به سفارتم حمله کردی، به خاکم حمله کردی، اونجا باید فکر اینجا رو میکردی. ایران امروز در ذهن داره که علارغم همه لفاظی‌هایی که از سوی طرف مقابل داره انجام میشه، به جنایت رژیم پاسخ بده، و پاسخ اگر از سوی طرف مقابل با پاسخی همراه بشود، ایران در مراحل بعدی سطح به سطح در مراحل بالاتر پاسخ خواهد داد و یک لحظه در مقابل حماقتی که طرف مقابل بخواد واردش بشود کوتاه نخواهد آمد. این بخشی از آن چیزی بود که لازم بود خدمت شما عرض بکنم. وضعیت فلسطین اشغالی، این اخلالی که همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، باز اخباری منتشر شده از اخلال در جی پی اس ها و سامانه های از این دست که در فلسطین اشغالی داره اتفاق میفته، عمدش هم به دلیل وحشت اینها هست از پاسخی که میخواد داده بشه. همین شرایط به خوبی نشون میده اینها وحشت زده هستن از اینکه ایران پاسخ خودش رو هر چه سریعتر بخواد عملی بکنه، و من فکر میکنم ایران هم به خوبی فهمیده این وضعیت رو فعلا تا جایی که اینها در حالت آماده باش هستن و در وحشت هستن باید ادامه داد. ادامه صحبت‌های امروز رو با همدیگه بررسی بکنیم. من لازم است تأکید بکنم که امروز رهبر ایران میزبانه میهمان‌هایی از کشورهای مختلف بودند که به مناسبت عید فطر با ایشان دیدار داشتن. در بخشی از این صحبت‌ها امام خامنه‌ای بر این تأکید کردند که مسئله غزه امروز رأس مسائل دنیای اسلام است. همه باید احساس مسئولیت کنند. ملت‌ها دلشان همراه است. حتی غیر مسلمان ها، شما میبینید دیگر این راهپیمایی ها و تظاهراتی که در دنیا به نفع فلسطینی ها و مردم غزه و مظلومان این منطقه اتفاق میافتد، این راهپیمایی ها بی سابقه است. چنین چیزی ما سراغ نداریم در هیچ کدام از این قضایا. اینکه در آفریقا، در آسیا، در اروپا، در خود کشور آمریکا مردم بیایند در خیابان ها به نفع مردم فلسطین شعار بدهند، این در طول این ده ها سالی که غصب فلسطین اتفاق افتاده بی سابقه است. اینکه مسئله فلسطین بشود مسئله اول در لندن، در پاریس، در کشورهای اروپایی، در واشنگتن چیز کوچکی نیست. این صدا در همه دنیا دارد پخش می شود. پول هم خرج می کنند.
فریاد هم میزنن، دفاع هم میکنن، مردم دنیا علیه اینها هستن، مخالف صهیونیست ها. این بخشی از صحبت هایی هست که امروز رهبر ایران برش تاکید داشته پیرامون مسئله فلسطین، مسئله که این روزا به یکی از حیثیتی ترین موضوعات تبدیل شده. ما اخبار مهم امروز کم نداشتیم، منتها من دوست دارم بخشی از صحبت های سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر انقلاب اسلامی یمن که امروز هم نیروهای تحت امرش یک شاهکار رو رقم زدن که خدمت شما عرض خواهم کرد رو برای شما بخونم. ایشان در بخشی از صحبت های خودش تاکید کرده که مجاهدان فلسطین در غزه فضیلت روزداری را با عمل صالح و جهاد جمع کردند. آنها با دشمنان خداوند و انسانیت در یک نبرد مقدس و در شرافتمندانه ترین میدان در حال نبرد هستند. ما در جنگ علیه دشمن صهیونی و جهاد در مقابل آمریکا و انگلیس هستیم که برای تداوم جنایت رژیم اشغالگر در غزه به یمن حمله کردند. من نکته ای رو میخوام خدمت دوستان عزیزم عرض بکنم. رفقای عزیز، شما این روزها و این شبها شاهد سخنرانی های مختلفی از رهبران مقاومت هستید و شاهد این هستید که اسم اینها روی خروجی همه رسانه ها رفته، در رسانه های دنیا درباره تک تک اینها داره حرف زده میشه. من از دوستان خودم شیعیان و اهل سنت و حتی آنهایی که باورمند نیستن یا پیرو مذاهب یا ادیان دیگر هستن خواهش میکنم کمی روی این نکته ای که عرض میکنم تأمل بکنن. دقت بکنید، وقتی که از رهبران مقاومت صحبت میکنیم، آقای یحیی سنوار، آقای اسماعیل هنیه، آقای زیاد نخاله، اینها از اهل سنت هستند. وقتی از رهبران مقاومت صحبت میکنیم، آقای سید حسن نصرالله، آقای سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، امام خامنه ای و دیگرانی که داریم ازشون صحبت میکنیم در عراق و جای جای این جغرافیا، اینها از شیعیان هستند. ما در بین شیعه و سنی انسان‌هایی که به لحاظ فقهی، به لحاظ مسائل دینی، به لحاظ تخصص و اشرافشون بر روی مذهب خودشون کم نداریم. ما انسان‌هایی که از اینها حتی بعضن مطالعات بیشتری داشته باشن یا اشراف بیشتری به مسائل دینی داشته باشن کم نداریم. هم در بین شیعیان کسانی پیدا میشن که ممکن هست از رهبرانی که من اسم بردم به لحاظ فقهی یا مسائل دیگر اشراف بالاتری به دین داشته باشن. در بین اهل سنت هم همینطور. ممکن است اهل سنت افرادی رو نام ببرن، از این بزرگواران اهل سنتی که من نام بردم اونها سطح بالاتری داشته باشن. اما اون چیزی که ما می‌بینیم این هست که امروز این نام‌ها داره شنیده بشه. امروز این نام‌ها برای دنیا مورد توجه قرار گرفته. امروز این نام‌ها جهان کفر رو ترسانده و امروز نور با این نام‌ها همراه شده. شیعه و سنی هستن همشون، ولی اینها کانون توجه قرار گرفتن. میدونید چرا؟ من نظر شخصیم رو عرض میکنم، به خاطر اینکه اینها علارغم اینکه همه بزرگواران و عزیزانی که در مذهب شیعه و سنی پیرو و حضرت الله هستن، اینها فراتر از همه این جماعت و عزیزانی که نام بردم چیزی را بر روی دوش حمل میکنن و آن هم سلاح مقاومت است. اینها به سلاح مقاومت مسلح شدن و خداوند نور خودش رو بر هر کسی که در هر کجایی از دنیا که بر این پرچم چنگ زده، بر این ریسمان چنگ زده تابانده. منظور من چه هست؟ من سعی کردم واضح خدمت شما عرض بکنم. نمیخوام بگم اینها که داریم ازشون صحبت میکنیم کامل ترین هستن، همچین ادعایی نمیخوام بکنم. قطعا و یقینا بگردید، ممکن هست عرض میکنم در مسائل دینی از اینها افرادی پیدا بکنید که باسوادتر باشن یا اهل مطالعه تر باشن. اما امروز خدا با این جماعته. امروز باید در کنار این جماعت باشیم. امروز باید از این جماعت حمایت بکنیم، نه لزوما چون کامل ترین هستن، به خاطر اینکه باید به هدفشون برسن، به خاطر اینکه باید کمکشون بکنیم، باید یاریگرشون باشیم، چون آنها در تلاطمی آخر و زمانی جایی ایستادن که منبرهای تاریکی را به وحشت انداخته. بریم ادامه اتفاقات رو با همدیگه بررسی کنیم. خبر تکان دهنده امروز روی خروجی رسانه ها رفت. خبر اشاره داشت به شهادت 6 تن دیگر از اعضای خانواده آقای اسماعیل هنیه، 3 فرزند و 3 نوه ایشان به شهادت رسیدن. فیلمی احتمالاً دیدین، این فیلم رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از لحظه‌ای که خب ایشان پیراهن سفید به تن کرده و در روز عید فطر افرادی در کنارش هستن و توی همچین حالتی بهش اطلاع میدن که عزیزان شما به رحمت خدا رفتن. با آرامش با این مسئله مواجه میشه، با آرامش با این مسئله روبرو میشه. در مقابل دوربین شکستن چهره ایشان رو ما نمیبینیم و به خداوند میسپارد این ماجرا رو. این در حالی هست که از این خاندانی که داریم صحبت میکنیم 60 نفر در طول 180 روز گذشته شهید شدن. چقدر
درباره ایشان شایعه ساختن بین فلسطینی‌ها که خانواده‌اش غزه نیستن، خانواده‌اش قطرن، خانواده‌اش ترکیه‌ان، پسراش رفتن ترکیه، بچه‌هاش خارج نرفته بودن، بچه‌هاش بین این مردم داشتن زندگی می‌کردن، بین این مردم شهید شدن. و از طرف این فیلم‌ها به شدت مورد توجه قرار گرفته. کاربرهای صهیون اینها رو مقایسه کردن با فیلم لحظه‌ای که خبر به هلاکت رسیدن نزدیکان برخی از مقامات صهیون که اون نزدیکان رفته بودن تو غزه آدم بکشن، این خبر رو میارن به اینها نشون میدن، اینها چقدر گریه کردن. این دوتا رو گذاشتن در کنار هم، در کنار آرامشی که در شهره آقای اسماعیل هنیه بعد از شنیدن خبر دیده میشه. ایشان در صحبت‌های اشاره کرده به اینکه خدا را شاکرم به خاطر این افتخاری که به ما ارزانی داشت و سه پسرم و تعدادی از نوه‌هایم به شهادت رسیدند. با این درد و رنج و خون‌هایی که ریخته می‌شود، ما برای مردم، آرمان و ملت خود، امید، آزادی و آینده میآفرینیم. فرزندان شهیدم مدال عاقبت به خیری را کسب کردند. فرزندان من در باریکه غزه نزد مردم ما ماندند و این باریکه را ترک نکردند. همه مردم ما در غزه بهای سنگینی با خون فرزندان خود پرداختند و من یکی از آنها هستم. نزدیک به 60 نفر از خانواده من مثل همه مردم فلسطین شهید شدند. هیچ فرقی میان آنها نیست. دشمن هرگز در زمینه تحقق اهدافش محقق نمی‌شود و دژه مقاومت سقوط نمی‌کند. هرگز سردیدی به خود راه نمی‌دهیم و شکست نمی‌خوریم و به مسیر آزادی قدس و الاقصا ادامه خواهیم داد. لازم به توضیح است، خون پسران من رنگین تر از خون شهدای غزه نیست، چرا که همه آنها پسران من هستند. خون پسرانم فدای راه آزادی قدس. اگر دشمن گمان می‌کند می‌تواند با هدف قرار دادن فرزندان رهبران اراده مردم ما را در هم بشکند، ما به دشمن می‌گوییم که این خونها فقط باعث افزایش تمسک ما به اصول و سرزمینمان می‌شود. آنچرا که دشمن نتوانست با قتل ویرانی و قتل عام به دست آورد، در مذاکرات نیز هرگز به دست نخواهد آورد. تهدیدات دشمن صهیونی در زمینه حمله به رفح هرگز مردم و مقاومت ما را نمی‌ترساند. من لازم هست خدمت شما تاکید بکنم بر این مسئله که شبکه 12 رژیم صهیونیستی اعلام کرده نیروی هوایی رژیم و شاباک رفتن عملیات مشترک انجام دادن، زن و بچه، خانواده و اطرافیان ایشون رو شناسایی بکنن، به شهادت برسن. سوء تفاهم نبوده. اینکه بمباران بکنن یه جایی بچه‌ها اینها باشه، نه، خانواده‌های اینها رو شناسایی کردن. از این خانواده‌ها یک نفر نباید بمونه. تو ماجرای کربلا شما وقتی بررسی می‌کنید، تمام تلاش خودش رو جبهه کفر انجام داد که یک نفر از مردان خانواده‌ای که در کربلا به میدان آمده زنده نمونه. هر کسی که به میدان نیامده، در مدینه مانده، در کجا مانده، در کجا مانده، که با این کاری نداریم که این مقاومتی محسوب نمیشه، این در جای دیگری هم لازم باشد، عذری دارد که نیاید. نه، همه اون مردانی که در کربلا هستن باید کشته بشن و تلاش کردن که این اتفاق رخ بده. امام سجاد دچار کسالت بود که اینها احساس کردن در گذشته ایشان یقینی است از خون ایشان گذشتن. این جماعتی که امروز در غزه دارن جنایت میکنن، دقیقاً همه آن چیزهایی که حیوانترین حیوانات در تمام طول تاریخ رقم زدن در غزه روی میز گذاشتن. میدونید بخشی از چهرهای سیاسی اینها هم تبریک گفتن این جنایتی که رخ داده و کشتار این خانواده رو تبریک گفتن. من ازش عبور میکنم، از تسلیت رهبران مقاومت، از تسلیت مقامات و سخنگویان یمن، از همه اینها عبور میکنم تا به اینجا برسم که رزمندگان مقاومت در ساعات اخیر در غزه تعداد قابل توجهی از عناصر رژیم رو خمپاره باران کردن در حملاتی که صورت گرفته. یک تانک و یک خودروی زرهی رژیم منهدم شده. مقاومت عراق حمله ای رو انجام داده به اسکله نفتی صهیونیست در بندر حیفا که خیلی ها طور دیگری به این حملات و انگیزه اینها دارن نگاه میکنن. آینده پیش رو برای ما روشن خواهد کرد که کدام نگاه رو باید به این مسئله داشته باشیم. تانک مرکاوای رژیم صهیونیستی رو فیلمشو مقاومت لبنان از لحظه‌ای که با الماس ایرانی بهش شلیک میکنن تا لحظه‌ای که اصابت میکنه منتشر کردن. روزنامه صهیونی یدیود آهارانوت اعلام کرده، گفته پس از عقب نشینی ارتش از خان یونس، نیروهای قسام کنترل این منطقه رو به دست گرفتن. پس دقیقاً اون چیزی که میگفتین درباره اینکه این منطقه تحت سیطره شماست، داستانش اینا همه چیز رو به دست گرفتن. من لازم هست بر این تاکید بکنم که والانیوس هم گزارشی کار کرده این پایگاه ابری، گفته بخش قابل توجهی از نیروهای مقاومت لبنان رفتن در جنوب سوریه مشخص شدن. بعد گفته ما نمیدونیم استقرار اینها با هماهنگی بشار اسد داره انجام میشه یا انگیزه های دیگری داره. این گزارش در حال منتشر میشود که ارتش رژیم اخیراً مانوری را انجام داده که در آن عملیات زمین در جنوب لبنان شبیه سازی شده. چه چیزی در ذهن مقاومته؟ چرا در سوریه تحرکاتی رخ میده؟ نمیدونیم. ما برای هیچ کدوم پاسخی نداریم. باید صبر بکنیم ببینیم که چه چیزهایی اتفاق خواهد افتاد. شلیک 6 موشک به سمت پایگاه های رژیم صهیونیستی از سوی لبنان بخشی از اخباری بودی که امروز روی خروجی رسانه ها رفته. درخواست
شهردار حیفا هم از جمله مواردی است که من باید خدمت شما عرض بکنم. شبکه 12 رژیم به نقل از شهردار حیفا اعلام کرده که اینها خواستار شدن گفتن شماره تلفن‌های ثابت و انبار کردن دارو و غذا و اینها رو آماده بکنید، چون این احتمال وجود داره که یک جنگ زمینی به زودی اتفاق بیفته. آماده سازی پناهگاه‌ها هم در مناطق شمالی داره انجام شد. این بخشی از آن چیزهایی است که من لازم بود خدمت شما عرض کنم. گزارش خیلی مفصل از کارشناسان رژیم صهیونیستی که دارن از شکست مفتزهانه خود صحبت میکنن. یدیود آهارانوت گزارش کار کرده، گفته میگن حماس رو میخوایم نابود بکنیم، تا 27 هم نمیتونی، تا 2027 هم وایسی تو غزه، همچین چیزی محقق نمیشه. از مرزهای شمالی عکس‌ها و فیلم‌های منتشر میشه. خانواده‌های لبنانی که خانه‌هایشان ویران شده، بنرهایی رو روی خونه‌ها زدن. روی یکی از این بنرها نوشته آل صهیون حقیر، ما با نصرت الهی بازخواهیم گشت. من اظهار نظری از وزیر دارایی رژیم رو هم برای شما میخونم که دیشب توجه ها رو به خودش جلب کرد. توی صحبت خودش این فرد گفته ما خان یونس رو نابود کردیم، میخوایم همین بلا رو سر رفح هم بیاریم. این ناپاک ها در میدان جنگ کاری در مقابل رزمنده نکردن. فیلم منتشر شده، رزمنده فلسطینی رو در مقابل خودشون میبینن مثل بز کوهی، میخوان فرار بکنن که رزمنده همه اینها رو به رگبار میبنده. برای اولین بار توی غزه به جای یک پسر یک مرد میبینن فرار میکنن و به رگبار بسته میشه. این ناپاکه داستانشون این شکلیه. این جنایات رو انجام دادن، خیلی ها رو امروز در دنیا شوکه کردن و البته اینها پیامدهایی را برای خودش و همراه داشته که تبعاتش دامن اینها رو خواهد گرفت. من نمونه ای رو خدمت شما عرض میکنم. وزیر امور خارجه ایرلند هم بعد از مقامات اسپانیا اعلام کرده طرحی رو برای به رسمیت شناختن دولت کشور فلسطین داره بررسی میکنه. خیلی خبرهای دیگری بود که من فرصت نکردم خدمت شما را بدم. مثال میزنم، واشنگتن پیشنهاد داده که نیروهای رژیم از غزه خارج بشن، مصری ها داخل بشن، چون نمیتونه رژیم توان حضور در غزه رو دیگه نداره. از طرفی کشورهای عربی بازخورد خوبی حضورشون در غزه نداره و این به شدت توسط خود مردم فلسطین و افکار عمومی هاشون پس زده میشه. این نشون میده که به یک بنبست بسیار وحشتناکی در مسئله غزه رسیدن. تماس تلفنی رئیسی با اردوغان امروز اتفاق افتاده. در بخشی از صحبت‌های خودش رئیس جمهور ایران گفته قطع روابط کشورهای اسلامی موثرترین عامل بازدارنده جنایات صهیونیست است. کاملا مشخص داره خطاب به خود اردوغان میگه و بی‌غیرت‌ها و بی‌شرف‌های از این دست که توی این نیم سال از نون زدن در خون فلسطینی‌ها دریغ نکردن. اظهار نظری از بایدن هم دیشب توجه ها رو به خودش جلب کرد، گفته بود سیاست نتانیاهو در غزه اشتباه است. اینها نشان میدهد که رژیم در فاجعه‌ای که رقم زده، در جنایتی که رقم زده، اگرچه حمایت غربی ها رو داره، اما در مقابل دوربین کسی جرأت حمایت علنی از اینها رو نداره. من به عنوان آخرین جمله خدمت شما عرض بکنم که جنبش عدم تعهد نمایندگان 121 کشور به طور رسمی حمله به سفارت ایران رو محکوم کردن. همه چیز برای پاسخ دردناک ایران به ناپاکا در منطقه غرب آسیا تقریبا فراهم شده است. ما منتظر هستیم ببینیم که ساعت انتقام چه زمانی فرا میرسد و نیروهای مقاومت چگونه ناپاک ها رو بر سر جای خود خواهند نشان. من نکته دیگه ای ندارم. دعا برای رزمندگان مقاومت فراموش نشه. حتما دعا بکنید. جوشن صغیر برای بچهای مقاومت بخونید. زرهی هست بر پیکر رزمندگان مقاومت، بسیار یاریگر اینها خواهد بود. اگر بحثی بود در قالب پیام برای من ارسال بکنید. خاک پای همه رفقا هستم. خیلی مخلصم. خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.